خب به نام ایران، درود بر دوستان ارجمند. یکی دیگر از نشست های حزب رستاخیز ایرانگرایان و جنبش رنسانس ایرانی در پیشگاه استاد هلمند اربابی گرامی هستیم که یک نگاه دیگری به شاهنامه دارند و اونو واکاوی میکنند. این هفته قرار است در رابطه با قباد ساسانی که زمین ساز دگرگونی های اجتماعی شد برای ما سخنوری بکنند. درود دوباره به شما استاد اربابی و خواهش میکنم گویانه رو به دست بگیرید و میشنویم. فر ایران را می ستاییم، فر فرهنگ شکوهمند ایران را می ستاییم، نه آن فرهنگی که بر شانه‌های ما نهادند و از همه سوی آن گند برمیخیزد، آن فرهنگ شکوهمند که از درون آن اندیشه و خرد بزاید و بیافریند می ستاییم، فر همه مردان و زنانی که این گونه می اندیشند، بخردانه می اندیشند، در آن اشای ایرانی ایستادند و می اندیشند می ستاییم، فر همه شهریاران و نیکوکار را می ستاییم. درود به شما گرامیان و درود به شما مرداد گرامی نازنین و سپاس از مهرتون. گفتارم را پیرامون کواد کیکواد یکم ساسانی می آغازم. این یک گفتار شاید بیشتر از یک دو گفتار بکش بشود. ببینم تا چه اندازه هر هفته هر دو هفته یک بار سخن بیشتر گیرم بیاد و به نکته های تازه برسم. میپندارم دو سه گفتار بشه. برای اینکه بیشتر آشنا بشیم با این چهره، باید که ما بخش هایی از اون زمینه پیدایش یا فرمان روایی کیکواد را بدانیم که این کی هست، چی در پیرامونش رخ داده، و در همین راستا توانمند شدن ارتشداران، نقش برجسته بزرگان دربار یا بزرگ جنگیان یا جنگیان بزرگ رو، اینها رو در زمان بیویژه، در زمان پیروز پدرش، اینها رو ما بیشتر میبینیم. این روند رو جنگ ها خیلی بیشتر میشه، حتی پدر بزرگش یزدگرد دویم میبینیم که جنگ ها بسیار بیشتر میشه. این پدیده جنگ ها بیشتر شدن بیگمان چهره های جنگاور و ارتشتار رو بیشتر برجسته میکنه، و در همین بازی زمانی هم هست که میبینیم بار دیگر پیروان مانی توانمند میشن. پیروان مانی رو میشود همون مزدکیان دانست به گونه ای، برای اینکه اگر درست ما نزدیک بشیم میبینیم که مزدکیان یه چیزی همون پیروان مانی هستن با یه بازی زمانی که میان این دو رخ داده و دینهای دیگری که در ایران اومدن، پدیدار شدن، ساخته شدن و خود ایرانیان نیز در بازآفرینی دینها آیینهایشون دست داشتن. و میکوشیم که شاهنامه رو از دست ندیم در گفتار خودمون. اینو سر سخنها بود که براتون گفتم گرامیان. همچنان که در دو هفته پیش و پیشتر از اون گفتم، ما در بخش شمال خاوری ایران یا خوراوری ایران دست کم پس از آن که دیوار چین ساخته میشه و دیوارهای چین به هم دوخته میشه، از زمان اشکانیان، آغاز اشکانیان، این جنگ ها رو بیشتر میبینیم در شمال خاور ایران. برای اینکه زمانی که مردمانی که در شمال چین میزیستن، هونها یا خیونها یا هونگها، هونگ هم میشود گفت، این را همین هونگ، هونگری، هانگری، مجارستان، هونگها یا خونگها، که اینها سرازیر شدن دیگر به سمت آسیای میانه، زیرا که نمیتونستند به سرزمین های چینی بتازند، دیوارهاشون رو کشیده بودن بیرون و این فرهنگ دیوارسازی به گرد شهر و سپس به گرد یک کشور را بیشتر از همیشه و بیشتر از همه باید در چین باید دید. و شاید یک فاکتوری هم باشه که چین تونسته کمابیش خودش رو همون گونه که بوده نگاه بداره.
و در به روش بسته بوده، ولی چند جا هم دیوارا شکستن، به ویژه این منگولان یا همین تبارهای اونگها که سپس توانمند میشن در یه بازه زمانی که دیوارهای چینی یا دولتهای چینی گرفتار خودشون بودن، میتونن به اندرون بیان و دیوار چین رو بشکنن و کشور چین رو به دست بگیرن. همون منگولان چینی یا فرمانروایان منگول چینی ازشون یاد میکنن. ما در اینجا و سپس مردمانی که در آسیای میانه بودند که بیشترشون از همتبارهای ایرانی بودند رونده میشن به بخش جنوبی تر، و خب بیگمان زمانی که رونده میشن خوش آمد نیستن، دیگر جنگ میشود و این جنگ ها میتواند صده ها به درازا بکشه. و گفتم که یه بخشی از داستان های شاهنامه ما برمیگردد به این بخش، زیرا که در این بخشی از سرزمینمون گرامی این سخن داشته باشیم، در این بخش از سرزمینمون و چون فردوسی هم در اون بخش از سرزمینمون هست، آن برم تاریخی بیشتر موندگار میشه. عرب ها نتونسته بودند آنچنان که در بخش های باختر ایران یا خورروان ایران دست بردن، اینجا دست ببرند. و میبینیم که فوکوس شاهنامه این بخش از تاریخمون، این سرزمینمون هست، بخش خاور ایران یا خورآیان ایران که گفتم از سرزمین های سیستان، مکران، همینطور بری تا آسیای میانه رو در بر میگیره. ما فراوان جنگ داشتیم در اینجا. یه بخش دیگر من هم جنگ هایی بوده که خب رومیان هم اونجا و همواره در پیان بودن که کجا دستگاه درون ایران ناتوان شده بتازند و بگیرند و یا خراج کلانی بگیرند. خب بیگمان جاهایی هم پیروز شدن، جاهایی هم باختن. همه اینها رو ما در زمان ساسانیان داریم. یکی که بیشتر از همه باید روش درنگید و در نگاه من جامعه شناسان تاریخی باید بیشتر روش بدرنگن، هرچی بیشتر برجسته شدن مسیحیت بود. مسیحیت چون یک دین جهانی خودشو میدونه، دین بومی دیگه نیست و یه دینی هست که به گونه امپراتوری روم میسازه. امپراتوری روم نیاز داشت به یک دینی که بتونه همه مردم سرزمین های خودش رو به زیر فرمان بیاورد و یک دین بر سر همین ها باش. از همین روی این دین یک ریختار جهانی به خودش میگیره و این خودش بسیار سختگیرانه، دینی بسیار سختگیری میشه، اگرچه گفته می شود و می گویند که دینیست نرم هست. خب منم برای شما بدونید کار من دین شناسی هم هست، رشته می چونی نیست، ولی خب در این صده های کنونی اروپا این شاخه های مسیحیت رو صابوندن، خراش دادن و نرمش کردن، وگرنه چونی نبود. باری این برای ما بسیار دردسر میشه. ما هم یک سرزمین بزرگی داشتیم، یک سرزمین شاهنشاهی داشتیم، ولی چندان درگیر نبودیم با دینهای دیگران. هیچ ما دشواری نداشتیم کسی میخواد زرتشتی بشه یا نشه. آنچه که ما گرفتاری داشتیم به گفته چی میگن، ناخونک زدن و انگولک کردن سپهر فرهنگیمون هست که و انگشت اینجا اونجا توی این سوراخ تو اون سوراخ فرهنگیمون فرو بردن هست و دردسر برامون درست کرد، وگرنه ایرانیان هرگز این گرفتاری ندارن که دینگشا نیستند. تنها یه جا هست ما در تاریخ خودمون داریم که اون هم زمان گشتاسپ، که اون هم باز هم نمیشود گفت که دینگشاییه. تو شاهنامه اومده، در نگاه من این چه که در شاهنامه اومده یک کپی برداری، کپی همون کپی است گرامیان، ما کپی بشم این که به مانند کسی دیگری باشد، به همین اون از همین رو بوزینگان را ما کپی میگیم، چون اینا هم رنگ انسان هست یا مانند انسان هستند. ایران و این برای نمونه اسفندیار شهزاده ای هست که دین گشای تو فرهنگ ما نیست، نه در فرهنگ میترایی من چون این سخنی هست، نه در فرهنگ های باز اندیشیده مزدایسنان که زرتشت
اشور زرتشت یا وخشور زرتشت پرچم دارشه، چون این نگاهی نداریم. دین هر کسی از آن خیشه، این عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، هیچ پیوندی با مسیحیت و اسلام نداره. اینها همون نگاهی ایرانی بوده که هر کسی به دین خودش، چه کار داریم به دین دیگران؟ اون جهان هر کسی رو بر پای دینی که خودش برگزیده کتک میزنن یا میزنن و مینوازن. به این که دینهای دیگران اومدن و چون با زور چون این دستگاهی رو آفریدن، با مردم را به زور وادار می یا زیر فشارها وادار می کردن که مسلمون بشن. این همین سخن پیشین ایرانی پیش میاد که هر کسی به دین خودش، عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، و اونم لکم دین و کم ولی دین. این هم باز هم یک خانش ایرانی هست که در این قرآن اومده، لکم دین و کم ولی دین، دین شما از آن خودتون، دین من هم از آن خود من. یک چون این دریافت تو قرآن هم رفته. حالا این رو من چون برای اینکه دوستان بدونن تو کار دین هم بسیار میپژوهم براتون میگم. مسیحیت برای ما در سرآفرین شد، زیرا که مسیحیت برای نگاه بود که میتونه در هر سوی جهان میشونر بفرسته و مسیونر بفرسته و دینش رو بگسترونه. و در اون نگاه همین بود که ما پیام از آسمان داریم، همه دینهای دیگر که نگروند کافر هستند، نجس هستند، پلید هستند. و خب در آغاز با سخن اگر زورشون میرسید که میتونستن نابود بکنن. برای همین ما جنگهای دینی فراوانی داریم که این آغازگر این جنگهای دینی خود همین مسیحیت است. ما نداشتیم این رو. حالا این رو من گفتم برای اینکه بدونیم که این آمدن مسیحیت در اومد در ایران یه بخشش رو خودشون اومدن، یه بخش دیگر هم که ساسانیان برخی از این مسیحیان رو میکوچوندن در اون ایران برای دور کردن از سرزمین مادریشون و همین برای ما مار در آستین پروروندن هم بوده. و شماری از ایرانیان هم گرویدن به این، گفتم که و این گرویش ایرانیان، یعنی گرایش ایرانیان، گرویش ایرانیان به آیین‌های بیگانگان، چون در او ایرانیان این نبوده که دینهای بیگانگان رو که سرزمین های دیگر میان و بار دشمن هم دارن، یه دین آزاد نیست، یه اندیشه آزاد نیست که اینها به، بلکه یه اندیشه برآمده از دشمن هست که اینها میان و تو کشور لونه میکنن، خانه میکنن و کارایی رو میکنن. این برای ما بسیار دست دردسر آفرین هم هست و توی خوی ما نبوده. و شوربختانه اگر ایرانیانی که پایبند به فرهنگ خودشون باشن، سپس برن یه آیین بیگانه ای رو بپذیرن، یه بار دیگه دوستان میگم این رو، یک آیین بیگانه ای که بوی دشمنی داره با ما بپذیرن، در ما چه منشی پدید میاد؟ در ما چه خویی پدید میاد؟ نخستین خویی که در ما پدید میاد، به زبان بسیار ساده کوچه خیابونی بگم بهتون، بیخیالی کشور، بیخیالش میگه ما، بیخیالش درست اینجا نخستین رفتاری که در ما پدید میاد، بی خیالش، آقا ولش کن، به ما چی؟ این به ما چی سخن ایرانی نیست. آن ادبیات یا آن فرهنگ یا آن پدگوژی که ارتخشیر یکم ساسانی در پایه نهاد در ایران، چون این سخنی نمیگه، میگه هر بخش از ایران سرزمین من است. به ما چی نداشتیم اونجا؟ این به ما چی رو، این آیین بیگانه‌ای که در کشورمون اومد و شوربختانه شمار بالایی از مغز همیهنان را شست و نگاه اینها را به جای اینکه به درون کشور باشه، نگاه اینها را به بیرون کشور، قبله اینها، بوسگاه اینها، بوسگاه همون قبله است، بوسه و بوسگاه اینها یک کشور بیگانه بود، یه جای دیگه بود. خب این پیداست که از ما چی میسازه. همین سخنی که دوستان مهرداد پرسید که چون این دشواری داریم، بیایم این را اینها رو ببینیم که این آمدن یک آیین بیگانه در کشور ما، سپس مادر آیین ها بشود و همه کاره بشه و همه چی رو در دست بگیره، دیگرانی رو که سرزمینشون بوده از اون کشور رونده بشن، برونن و خودشون بمونن، آقا بشن، همه کار سرور بشن، این دشواریه. آیینی هست که بوی ایرانی نمیده ولی در ایران هست. مردمانی که درون این آیین هستند و ایرانی هستند با چگونه بیاندیشند؟
پریشان، پریشان، ناخوشحال، حالشون بده، ناخوشحاله. باری این نکته رو در پرداختی که ما از کواده یا کواده کم می کنیم میتونه به ما یاری برسونه. گفتم که توانمندتر شدن ارتشداران نقش برجسته بر سر بزرگان در دربار، که بیشتر بزرگان اون جنگاوران یا ارتشداران یا کسانی که رداهای بالای جامعه اینا تو دربار دستشون بیشتر گشوده تره. خب اینا در این بازی زمانی هست که دستشون بازتره برای اینکه شاهی رو بردارن یا شاه دیگه رو بذارن. میبینیم برای همین بلاش رو ور میدارن، بلاش ساسانی رو ور میدارن و حتی کورش میکنند و به جایش کواد را میگذارند. و در همین راستا هم هست میبینیم که یک سپه سالار بسیار ایران دوست، بسیار هنجارمند به نام سوخرای که تو شاهنامه سوفزای یا سوفزای ازش یاد میکنه. حالا هر دو این واژه جای خوندن داره، هر دوشون که چرا سوفزای هست چرا سوخرای هست. این رو میکشنش، میرن پیش کواد، میگن که این آقا سر میپیچد ز فرمان شاه، فرمان شاه نمیبرد، خود گزیک برمیچیند، خود خراج میگیرد، خود سکه، از این کارها. و همینجا من داستان رو بگم برای اینکه شاید نرسیم به شاهنامه، چون برسیم یکم به شاهنامه بخونیم. این کیه؟ این سوخرای یک سپه سالاری هست که در استان پارس و سیستان این سپه سالارشون ره. و زمانی که پیروز در جنگ با هفتالیان یا خوشنواز دست به بند میفته و کشته میشه، کواد و چند تن دیگری از بزرگان ایران در دست این هپتالین میفتن زیر نام زندانیان جنگی یا اسیر، زندانیان جنگی. و سوخرای میره با یه سپاهی و اونا رو میشکند، شکستشون میده و کواد رو میاره ایران، کواد یکم رو میاره ایران یا کواد رو میاره ایران. و زمانی که میاره ایران، در اون زمان بلاش که پدر برادرش یا به زبان عرب عمشه، عمویشه، اون پادشاه هست، اونو ورش میدارن بزرگان. همین کار دی گفتم که و این جوون 15 16 ساله بر سر کار میگذارن. این اون ویژگیه که توی حالا این میذارن. همین کس سپه سالاری که این چنین دلاوری کرده و بسیار هم در نزد مردم دوست داشتنی است، بسیار شیفتش بودن، یه چیزی رستم زمان خودش بود دیگه. کسی که میره شاه رو از چنگ یمن در میاره، شاه رو از چنگ دیو سپی در میاره، خب رستم دیگه. اینا میره شاه رو و شاهزاده رو و شاهزادگان رو از چنگال دشمن در میاره و بر میگردونه، خب رستم دیگه. این آن الگوی رفتاری رستم رو اینجا ما میبینیم که سوخرای چون این کاری میکنه. سوخرای در این اوج دوست داشتنی نزد مردم دربارش بد گفته میشه و این پسر جوان زیر فشار اونها تن در میده و داییش که شاپور رازی، شاپور مهران از تبار مهران، میره و بهش میگه که داستانش رو حتما براتون کوتاه بگم که میخونه براتون. سپس میگه که شاه از شاه گفت دست رو ببندیم بیاینم، که شگر سده میشه، میگه هرچی که شاه میگه کوتاه. و سپس تفلکی رو میبرنش و میکشنش، از میان برش میدارم. و خب همین زمینی میشه که ناخشنودی پیش میاد و شورش مردم که میشه، میرن قباد رو میگیرن، که حالا قباد بچه نیست تا بزرگ دیگه، 23-24 سالشه، میگیرنش، میگن که تو چرا این کاری کردی، به زندان میندازن که گویا برپای گزارشی به دست بانویش، از زندان میگریزه و میرسه هفتالیان، دوباره لشکری گیر میاد، پس از 2-3 سال برمیگرده. و در این باز زمانه جاماس بر سر کار می نشینه، بر سر تخت می نشینه، برادرش هست. و سپس خب دیگه زمان بلند کواد در شهریاری چون این پیش میره. من تا
تون تون بخونم براتون دوستان که برسیم رو. داستان سخرا رو براتون گفتم که چه بوده و به درستی که یکی از اون تلخی های تاریخمون هست که در زمان کواد رخ میده، بسیار تلخ. کسی که سخرای یا سوفزای او رو از چنگ دشمن میرهاند، به دست همون رهیده دست اهل دشمن کشته میشه. این اون تلخی های تاریخه. و این زهری که این میریزه، این ریخته میشه از توی کواد، اگر میبخشن سپس کواد رو میبخشن پس از این که دوباره برمیگرده، جاماس میذارنش کنار یا جم رو میذارنش کنار، او رو بر تخت میبخشن دیگه. و خب در پس از اون هم خوب کارش پیش میره و اگرچه بسیار دلاور هست، بسیار جنگاور، آدم خوبی هست در شاه، در شاهنامه، در بین شاهنامه ازش خوب یاد میشه، ولی این اون لکه است که از هیچگاه از برداشته نمیشه. و حتی شکوهمندتر از همه این رو من بگم اینجا دوستان، که سوخرای پسری داره به نام زرمهر. همینجا بکنم میخوام بدرنگم. زرمهر پسر سوخرای است دیگه. سوخرای کسی که در پارس و سیستان و کرمان، دیگر این مانند رستم که چگونه در نفر دویم دستگاه شاهنشاهی ایران بود، این سخرای همچین جایگاهی داشت. پس از اینکه مردم میشورند و لشکریان سپاهیان میشورند و قباد رو میگیرند، قباد رو میدن به پسرش زرمهر و بهش میگن که دست تو هست دیگه، هر کاری میخوای بکنی بکن، این کار بسیار بدی کرده. زرمهر چی کار میکنه؟ میبخشدش. این اون شکوه هستا و میبخشدش و در جایگاه او رو به شهریاری میپذید. تو شاهنامه اومده این رو، ولی خب این یک زمان هست، این تو دستگاه های بیرون گزارش های دیگری کمی ناهمخونی داره، من برپای شاهنامه براتون میگم. او رو میبخشه و میذاره که شهریار بشه و خودش هم یکی از سربازان این دستگاه شاهنشاهی بشه. و این اون زیبایی هست در نگاه من. من این رو میپسندم، همون کاری که رستم این کاره کرد. رستم هر بار ازش میخواستن که تو شاه بشون. شاهانی بودن که ناتوانی داشتن. نه که رستم هم پایین باشه، خود شاهی بود در سرزمین سیستان. سیستان و کابل و اونورا شاه بود و میتونست شاه بشه به سادگی. شاه همچنان که لهراس شاه اون سرزمین بلخ بود، یه جای بسیار کوچک در کنار رستم که بخش بسیار بزرگی از سیستان و کابلستان و هندوستان زیر فرمان خودش داشت، چیزی نبود، ولی کیخسرو رو شاهش کرد. لهراس گفت این شاهه، ولی رستم این کار نپذیرفت. مردم ازش خواسته بودن هم. این بهش میگن هنجارمند. اینجا هم این زرمهر تو گویی که اون خوی و اون هنجارمندی رستم رو داره با خودش و میپذیره. در زمان ما هم ضیاءالملک فروغی، محمدعلی فروغی، یک همچین تیپیه، همچین چهره ای هست. کم داریم از اینها. رضا شاه این سالهای پایانی خودش یک کمی بدبینی درش رفته بود بالا، ناخرسندی از چهره پیرام، ناخرسندی رفته بالا، یه کمی چیز هم بود دیگه، کمی دوست داشت بیشتر باشه، پیش نمی رفت. به همین محمد علی فروغی خشم می گیره، او رو ور می داره، حتی به بند می کشونه، ولی هیچگاه رو پشت نمی کنه به شاه، هیچگاه پشت نمی، با اینکه شاهزاده هم هستا، شاهزاده قجری هم هستشون، ولی خب مصدق که می تونست این کار رو بکنه نکر. مصدق، اگه ما فروغی رو کنار مصدق بذاریم، هر دو 16 هستن، 16 قجری هستن، ولی مصدق، نه که من الان نمیخوام نقد مصدق بکنم، مصدق هم میتونست حتی اگر حق به جانب او هم بود میتونست با شاه کنار بیاد. این اون جایی هست که سر پیچ های تاریخ کشورمون کجا میفته، به چه سمتی میره. اون زرمر قباد را نکشت، شاهکشی رو دامن نزد و گذاشت که به پیش بره. و پس از اون هم میبینیم که قباد رفتارش بسیار بهتر میشه، بسیار بهتر میشه. فروغی هم
میتونه تو جنگ جهانی دوم که پیش اومد که شاه رو گفتن، که رضا شاه رو گفتن آقا برو از ایران برو بیرون، میتونست که من چه باشم، من حق جانشینی چیز من هستم، برای اینکه شازدم هستم، ولی هرگز این کار نمیکنه. چیکار میکنه؟ میگه که جانشینش که محمد رضا شاه بود در اون زمان، شاهزاده محمد رضا بود در اون زمان، این باید شاه بشه، برای اینکه خب توی پارلمان ایران ایشون شاهزاده جانشین بودن دیگه، زمانی که پدرش نباشون باشن، درست قانون رو هنجارا این رو حالا من میگم که یکم بیارم بالا، که این داستانهایی که گاهی اینجا اونجا میشنویم که هر کی گفته آقا ما هم میتونیم شاه بشیم، ما هم میتونیم شاه بشیم، این نمیخونه با اون خوی ایرانی، نمیخونه. هر زمانی که این فرهنگ بیاد بالا، همون پایان زمان ساسانی هم همین شده بود، بهرام گفت که منم شاه میشم، همین این تخم لقی رو تخم اون دندون لقی رو که تو دهن تو تاریخ گذاشت، بهرام گذاشت، بهرام چوبین گذاشت، اون زمینه شد که پس از اون ما به راستی که ایران روی خوش چندان ندید، درست 30-40 سالی هم خسرو دوم بر سر کار بود، ولی پس از اون هم این پشت سر هم پشت سر هم پشت سر هم پیش اومد. این زرمه چی کار میکنه پسر سوخرای؟ امیدوارم دوستان پیامایی که تو سخن من اون درون سخن من رو بگیرن که ما نباید این رفتارهایی بکنیم که آقا ما هم میتونیم بشیم، چرا من نشم؟ بشیم چند تا کشور آمریکا از اینا داریم، از این کسان. پیش از اینم گفتم که ستیزهای دینی در درون ایران و پیرامون کم نبود، چون مسیحیت بسیار گسترش یافته بود. مسیحیت گفتم چون دین جهانگیر هست، دینهای جهان، ما دو گونه دین داریم، یکی دینهای بومی داریم مانند دین یهود، دین یهود دین بومیه، و دینهای ما هم از این نگاه بومی هستند، در اندیشه ندارن که جهان رو بگیرن همه رو زرتشتی کنن، چون این چیزی نیستا، نه اینکه نخوان کسی زرتشتی بش نشه، ولی در این تئوری نیستن که باید جهان رو زرتشتی کنه. مسیحیت همین میگه باید جهان مسیحی بشه. اسلام هم چون تخم پلید این چه هست، اون هم همین میخواد، همه جهان باید مسلمون بشن. مسلمون یا مسلم کسی که باید به زانو بیفته، سرسپرده بشه، نااندیش بشه، نابخرد بشه. نداده گرامی، در پرسش شما گفتید که از ما گرفتن، درسته. در فرهنگ ما، من تو یک از این گفتارهایی که دارم تو گلشن مهر، دوستان اگر شنیده باشن اونجا، من ساختمان فرهنگ به تمدن ایران رو گفتم که ستون میانی این ساختمان خرد هست، و حتی این ستون میانی اگر ما یک ساختمان بزرگی بکشیم، و حتی تاک این آسمانه این ساختمان هم خرده، سپس پایه های دیگه ای داره، ستون های دیگه ای داره. شما زمانی که خرد رو از ما بگیرید، بیخردی است دیگه. ما به نام خداوند جان و خرد می آغازیم سخنمون رو، از گذشته هم بودا، خداوندی که هم جان دارد، هم جان که اون هستی است دیگه، نمیتونه نباشه، و هستی که بر ستون خرد نشسته است، ایستاده هست. این فرهنگمون بوده. زمانی که اینو وردارن، گفته شما دینار از ما وردارن، یه دریافت سرسپردگی کورانه از دین به ما بدن، که چون او گفت همون گفت همون باید بشود، نه جز این بگید سرت باید برید. و تو این درویش های ما همین پیش اومد، و هرچی که استاد ازل میگه، هرچی که مرشد میگه، هرچی چی میگه، و از این از چیزی که جامعه ما رو برد به یک سمتی که هیچی سرجاش نیست. اگر خرد سرجاش نباشه، هیچی سرجاش نیست. اینا فرمول هستا، اینا به زبان انگلیسی اکویشن هست. اگر خرد نیست، ستون میانی آن ساختمان هیچی سرجاش نیست. ستونه ای کنجا مثلا لق هستن، ویل هستن، هی این ور میفتن، هی اون ور میفتن، باد میبردشون، دوباره باز هی بر میگردن، لنگر میندازن. این اون میشود پاسخ این گونه این پرسش را به اینها نماینده. این نکته رو من بد نیست که بگم دوستان، در تاریخ ما یهودیان به ویژه از زمان
هخامنشیان که در ایران بسیار گسترش یافتند، کم و بیش نه همیشه اینا یاوران ما بودند، یک گونه دوست بودند با ما. به ویژه زمانی که مسیحیت پدید اومد و مسیحیت هم اینها رو زمانی که قدرت دینی گرفتن و گفتم که رومیان میخواستن یک آیین داشته باشن که همه این مردمان گوناگون رومی رو زیر فرمان بگیرن. خب مردمانی که در جنوب دریای میانه یا مدیترانه بود، اینا که رومی نبودن ولی زیر فرمان دولت امپراتوری روم بودن. چه دینی باید داشته باشه؟ اینه که رومی نیستن، زبانشون این زبان دیگه ای هست، اینها هم فرمان همون زیر فرمان برن. یه دین خوب است، اون ابزار دین در اینجا بسیار خوب کار کرد، مسیحیت رو گرفت و شما دینی جهانی شد. دینی جهانی که من میگم دینی جهان گستر، نه جهان، دینی جهان گستر. جهان رو بگیریم، چه جوری بگیریم؟ بریم باشون سخن بگیم، نشد دهنشون رو بزنیم، به همین سادگی ها. حالا که من زبان کوچ و خیابونم سخن میگم، شما دوستان دریابید که کمی خشمم هست که چه بلای سر ما آوردن. ما هرگز از این غلط ها نکردیم، هرگز ها. نه اینکه نمیخواستیم اندیشمون رو به دیگران بگیم، ولی هرگز اونجا نرفتیم که مردم رو به زور بکشونیم. تازه سخت هم میگرفتیم، باز شما یک آزمون رو بگذرونید، از اون آزمون اگه سر در آوردید تازه چیزای دیگه هم هست که وگرنه به این سادگی نبود. یهودی هم همین کارو میکنن، مسیحیان این کارو نمیکنن. هر کی که میگه عیسی پسر خداست یا از این چیز، بفرما برو تو. مسلمان هم چی میگه؟ که کسی که بگه که اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمونه. چه هست سخنی هست؟ میگه المسلمو من یشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله، پایان، مسلمون. این تو فرهنگ ما نیست. باشون آزمون بدید، باشون کار بشه، بس از توش در بیاد. یهودی هم همین هست. حالا دور نشم سخن خودم، یه آقای مرد ناخوشحالی است تو همین میان ما ایرانیان، نمیخوام نام ببرم چون ارزشش رو نداره، چون این کسانی از در و دیوار میکوبه به این یهودی ها. حالا اکنون یهودی اسرائیل هستن، که این از 2000 خورده سال پیش پروژه‌ای هست در نزد یهود که ایران رو تباه بکنه. همه این برنامه ها زیر اون پروژه یهوده. این پیمان چه هست؟ این داوود هست، ابراهیم هست، که تو اکنون میان اسرائیل کشور عربی رخ داده. اینا در همون راسته 2000 خورده سال تو یک نشستی ما بودیم، گفتیم این آقا نمیدونم چی کشیده، این حالش خوب نیستین. تمام همه دشمنیش هم با همین اسرائیله، رژیم بی رژیم. با رژیم هم میگیم می جنگه، ولی یک سخن هم نمیشتم، همش درگیریش با اسرائیله. که در تاریخ ما به سختی میتونیم جای بیابیم که اینا رو در روی ما ایستادن. حالا اون داستانش هم پوری من داستان است که بسیار زیرش سخنه و نمیشه اونها رو 100% پذیرفت. به هر حال من گفتم که این سخنان در پیوند با یهودان نبودن، مسیحیان بودن با ما. مسیحیان در سر درست میکردن، آتش میزدن، ویران میکردن آتشکده های ما رو، ولی یهودی جز یک بار که ما گزارش داریم چیز دیگری نداریم. به هر روی اینها برای ما درد سر داشتن. واکنش ما ایرانیان چی بوده؟ واکنش بوده، نه اینکه ایرانیان پروژه داشته باشن برای از میان برداشتنشون. تازه گفتم بفرمایید بیان تو باشین با ما بزید. واکنش این بوده زمانی که اینها آتشکده ای رو ویران میکنن یا کسی رو میکشتن یا زیر فشاری کسی رو دین اینها رو نمیپذیرفت، اینو واکنش از خودشون مینمایوندن، نه چیزی دیگر. این یادم باشه که همین واکنش هایی که از سوی ایرانیان بوده در گزارش های مسیحیان، اون کارنامه یا کارنامه شهدای مسیحی، همه اینها اونجا گذاشته اومده شده. دروغ ها رو هم گذاشتن و از شاهان ساسانی بسیار بد، ناسزاگویی و بسیار هم نادرست، و همین ها هم سپس همین بد گفتن ها هم سپس دست مسلمانانی که پیش از این مسیحی بودن میفته. ناسزاگویی، بدگویی فراوان. یه نگاه را من دوستان بعد نیست تو نگاه خودم بیارم چون کار دینی میکنم. ببینید یک مسلمان ایرانی با یک گرفتاری بسیار بسیار بزرگ روی هست. این از من داشته باشین، یه مسلمان ایرانی که ایرانی خودش ایرانی هم میدونه، این مسلمان ایرانی اگر همه کوشش اینه که چون مسلمان دیگه بپذیری که این دین اسلام دین حقیه،
تو ایران هم که اومده به حق اومده، همین کوشش اینه. و این نمیتونه گونه دیگری بیندیشه که نه آقا این دین، حالا هر ما اگر در زمان ساسانیان کاستی داشتیم، کمبود داشتیم، خب اینا چه پیوند؟ ما خودمون کارمون، یه عرب بیگانه اون هم به چه شیوه اومده، این چه توجیهی هست، چه پوزشی هست، چه اکسکیوزی هست که بگیم آقا در اونجاست دستگاه ساسانی چنین بوده. اینها داد میزنه همین سخن که اینا دروغه، دست کم اینا دروغ میگن. و بر همین این مسلمان ها ایرانی بدبخت در میان یک منگنه گیر کردن، به این منگنه ای که راستی رو بپذیرن یا ناراستی رو، و شوربختان اینا به ناراستی میفتند، برای اینکه نمیخوره. و به همین در ناراستی افتادن در اونها یک منشی میآفرینه، یه منش پریشان، یه منش دروغگو، برای که دروغه، این دروغ رو پذیرفتن. و پاسخش هم همینه که آقا اگر ما ایرانیان دشواری داشتیم، این به ما برمیگرده، این ما هستیم که شاهمون رو ورداریم یه شاه دیگه بذاریم. شما چه کار هستیم؟ کی از شما خواسته که بیان تو کشورمون دست ببرید؟ پلیدان، پتچارگان، بیگمان کشورمون یه بازه زمانی دچار دشواری هایی میشه، جنگ هست، بیماری های گوناگونی پیش میاد، خشکار 8 سال خشکار میاد، اینا دشواری میسازه. خب اینا باید خودمون، نه که شما لشکر بکشید تباهی بیافرینید، تاراک بکنه سرزمین رو و بگید که آقا ساسانیان این بودن، موبدان این بودن، به شما چی؟ شما کی هستین؟ من دوستان این بخش شاهنامه رو براتون میخونم، تا هر جا که در توانم باشه براتون میخونم. و همینجا میگیم که چیز کواد یکم 16 ساله 15 سال است که پادشاه میشه و بلاش رو نابیرانش میکنن، گفتم در پیش از اینم گفتم. و همین جوان بودن و خام بودن، با اینکه سخرای او رو میرهاند ولی دست به اون کار میزنه. و به هر روی این نقش بزرگانی که ارتش دادن کشورمون بوده، اینها نه که نبوده. و این ما هستیم، برای نمونه کواد میاد اینا رو سر سامان میده، یه جه کم میار پسرش خسرو یکم این کار انجام میده. ما کار میکنیم، کار کردیم، اگر کاسی در کار بوده یا کسی نافرمانی کرده، خودمون این کار میکنیم و این کارم کردیم، نه که میکنیم، ما کار کردیم. ببین در 100 خورده سال پیش دستگاه قجر نمیکشه، ما خودمون آقا شاهمون از میان توده مردم برداشتیم، یه شایسته رو، یه دلاوری رو، یه سپه سالاری رو از درون توده مردم برداشتیم، خودمون شاه بشون. این کارو میکنیم، اینکه نکردیم. اون زمانی که ما روپام رو زمین بود و خرد در دستگاهمون بیاریمون اومد، در 45-6 سال پیش شوربختانه 2 تا بال پلید خرد رو از ما گرفته بودن، یکی بال پلید کمونیسم روسی، نه کمونیسم، کمونیسم روسی بود، یکی دیگه هم همین اسلام بیگانه که در پی دولت گرفتن، قدرت در دست گرفتن و همراه شدن با اونها. درست همون غلطایی که اینا میکردن، اینا همون غلطا رو میکردن، همون زبان، ولی تن این دین بود، همین سوسیالیست، سوسیالیست مسلمان، سازمان مجاهدین و همشون اینا دیگه، اینا مسلمان هم دیگه، همون سخنانی میگن که توده میگه، یه چریک میگه. اون زمان ما خرد دستمون در رفت، حالا بیگانگان برنامه برمون داشتن، ما هم بارکش شدیم. حالا ما که میگم اون دسته ای که این زمین را آفریدن، نه همین توده های مردم، این رو من بگم که گاهی میگن آقا توده، نه درسته، ولی شوربختانه یک نیروی ساخته شد که در دستگاه شاه آشوب بیافرینه، چوب لای چرخ بذاره و چرخ بیسته. مگه برای دگرگونی چقدر مگه نیازه؟ یک درصد پایین میتونن بسیار کار بکنن. شاه ما هم که آدم مهربونی بود، گفت اوکی شما که نمیخوام ما میریم دیگه، بدرود. حالا این که بدرود من میگم، نه اینکه بگیم ول ول بکنه، من چون اینم نبوده و اون تا پس این دم ایستاد که شادش کاری بکنه، بختی رو گذاشت شادش کاری بکنه،
در نگاه من هر اون چیزی که میتونست انجام بده انجام داده. حالا این گفتار جداگونه است دوستان، من میذارم زمان دیگه، چون گاهی سخنان رو هم میفته، نمادهای تاریخی رو هم میفته و دلم نمیاد کس کنارشون به سادگی بگذرم. خب میریم سراغ پادشاهی کوات. 43 سال بود، 43 سال نیست، پیرامون 40 40 خورده سال هست، این 37-38 سال میپندارم بیشتر نباد باشه، 38 سال سیم رو همتون، چون دو تا بازی زمانی بود که اون زمانی که سهراری میکوشه و سپس این زندان میره و میگوریزه میره به خاور ایران و سپاه میگیره و برمیگرده، یه دو سه سال اونجا شکاف هست که جاماس بر تخت مینشینه یا بر تخت مینشونه. چو بر تخت بنشست فرخ کواد، کلاه بزرگی به سر برنهاد، سوی تیزهون شد ز شهر ستخر، که آزادگان را بدو بود فخر. میدونی که استخر پایتخت دینی ایرانیان بود، داراب بود یک زمانی، سپس استخر میشه و این استخر همچنان بر جا بود، ولی سپس پایتخت کشورداری فراگیر رفت به تیسفهون رفت، تیسفهون. خب ما بیگمان در مرو هم یک پایگاه دیگه داشتیم، در ری یا رگه هم پایگاه دیگه داشتیم، پایگاه های بزرگ هم دینی هست. بلخ ما یک پایگاه بسیار بزرگ دینی داشتیم، در سیستان در اون کرانه کوه خاجه یا کوه هوشیدار اونجا یک پایگاه بزرگ دینی هست. کرکوی، آتشکده بزرگ کرکوی یکی از آتشکده بزرگ اون منطقه خاور ایران هست و استخرم همین بود، ولی خب اون پایتخت دو کشوریش که در تیسفهون بود که حالا کاش اونجا نمیشد، این جای دیگه میزه همون خود استخر میموند. چو بر تخت پیروز بنشست گفت، که از من مدارید چیزی نهفت، یا نهفت درستش نهفت است، نهیدن، نه چیزی که پایین ما بگذاریم. شما را سوی من گشاده است را، به روز سپید و شبان سیاه. با من در پیوند باشید، من میانه هستم، میانه شما مردم، با من سنترال. بزرگ آن کسی کو به گفتار راست، زبان را بیاراست و کژی نخواست. چقدر زیبا میگه به زبان رو به راستی بیاراید و کژی هم نخواهد. چو بخشایش آرد به خشم اندرون، سر راستان خواندش رهنمون. کسی که خشم میاره در دل خشم میبخشه، این پیشوا هست، رهنمون هست، این جلودارمون هست. داره سخنهای بسیار کلیدی رو داره قباد میگه. حالا خود قباد اینها رو در اون زمان 16-17 سالگی بوده که میگه، یا اینکه به هر روی حالا این پس از اون گفته میشه، بار دوم گفته، ولی خب شاهنامه اینجا گذاشته اینا رو. نهد تخت خوشنودی اندر جهان، بیابد بداد آفرین مهان. پس این کارو بکنه، آفرین مهان رو، بزرگان رو با خودش داری. و بازم میگیم که در دستگاه کواد دستگاه دادم هست و این بیشتر از هر زمانی ما میبینیم، حال بیشتر بلکه یک از اون زمانهایی هست که باز هم داد برجسته میشه. دل خیش را دور دارد زکین، مهان و کهانش کنند آفرین. کین که در اینجا میگه گرامیان، نه اینکه ما با دشمن که داره تبه میآفریند برای ما کین نداشته باشیم، کین آن نیرویی هست که ما را در برابر دشمن میگذاره، این کین هست. ولی اگر ما کین رو بیاریم در اون خانواده خودمون بگذاریم، این ویرانگرانه هست در اون خانواده خودمون. اگر گرفتاری داریم میشه با هم این گرفته رو بکشیم، گره رو بکشاییم، نه اینکه کین ببرزیم بکشیم همدیگهمون رو. این اونجا هست که زرمهر که پدرش رو، پدر سخرای رو کواد میکشه، کین به دل نداره. این اونجا هست، این واژه ها رو بیشتر در بیابیم.
هر آنگه که شد پادشاه کژگوی، ز کژی شود شاه پیکارجو. پیکارجو در اینجا میگه کسی که خرد نداره، دنبال جنگ، دنبال کشتار، دنبال دردسر، شاهی که راستگو نباشه. سخن را بباید شنید از نخست، نخست شد آنا شود پاسخ آید درست. بسیار زیبا هستیم. یه سخن باید خوب بشنوی، ژرفای سخن را دریابی، بشنوی، گوش شنوات باید بالا باشه، نه اینکه ناشنیده سخن بگویی، ناشنیده به داوری بنشینی. با سخن رو نیک بشنوی، چو دانا شود پاسخ آید درست. چو داننده مردم بود آزور، همی دانش او نیاید ببر. داننده کسی که بسیار میدونه. حالا این داننده بسیار دانا به چم خوب نیست همیشه، میتونه بد باشه، میتونه خوب باشه. چون یک آزور، یک کسی که دانش فراوان داره ولی آزور هست. دانش این به بر نمی نشینه. برم که میگیم آن میوه خوب هستا، بیگمان به بر می نشینه، بر تلخه. اون کبست هست، یک هندونی کبست بهش میگن، بسیار تلخ، بخوری یه ذره بخوری حالا دهن میخوره، در بیابانو کویرها میروگه، اونم بره، ولی بره تلخ، زهره. این بره که همی دانش او نیاید ببر. هر آنگه که دانا بود پرشتاب، چه دانش مرو را چه در سر شراب. شتاب بیجا رو نمیپسنده. بیگمان شتاب در این جای نیاز هست، ولی شتاب نابجا هست. نااندیشیده دست به کاری شدن را شتاب گویند، یا این گونه شتاب رو. و کسی که چون این باشه تو سرش دانش، دانش چه شرابه، یکی هستن، چندان از هم جدا نیستن. چه دانش مرو را چه در سر شراب، چنان هم که باید دل لشکری، همه در نکوهش کند کهتری. توانگر کجا سخت باشد به چیز، فرو مایه تر شده درویش نیز. کسی که سخت باشه ولی توانگر باشه، مانند درویش میمونه. چیزی بهتر از درویش نیست. گیرم که در این کیسه من پر گوهر و دینار باشد، ولی سخت باشم نبخشم. این نکته رو داشته باشین. چو عیب تن خویش داند کسی، ز عیب کسان بر نخواند بسی. این یک سخن هستم، این دادگری و داوریه. آدم این زمان کاسی خودشو میدونه، به چه چمی هست؟ مگه میشه کسی کاسی خودشو بدونه؟ آری یا نه، هر دوشون. آن کسی که فراروی خیش آینه ای دارد و در آینه خرد و در داد خیش را می نگرد، می بیند خودش را. موش اینجا بعد آرایشش نادرسته. کسی که فراروی خیش آینه ای ندارد و ترازوی هم ندارد، چون ما همواره باید هم آینه داشته باشه هم ترازو، نمی بینه و نمی دونه دیگران بد هستند، دیگران زشتن، دیگران گناهکارن، من پاک پاکم. تو اینها هست، اینها گرامیان پار سخنهایی هست که بسیار به کارمون می آید. این سخن رو در هزار خورده سال پیش کسی گفته، چرا به کار نبریم؟ اکنون همون آقا نیست که بگیم باش بهش رشک بورزیم، این نیست که دیگه رفته تو تاریخ و برای ما یه بار نیوترال بهمون گرفته. به کار بگیریم این رو، یه آینه فراروی خودمون بگذاریم، نخست یخ خود، نخست خودمون رو بگیریم. آقا انگلیس فلان کرده، همش بنشینیم به انگلیس بد و بیرا بگیم. آمریکا فلان کرده، همش بد و بیرا بگیم. تو چی کردی؟ تو همش کارت اینه که میان اینو به هم بزنید. تو همش کارت اینه که زشت به هم میهن خودت بگی. اونم دریافت خودت. خب پیداست که زمانی که من و تو چنین بکنیم، اونم میگه ها اینا که خب همینن دیگه. پس میشه سوارشون شد، کولی گرفت ازشون. کردند. و میکنن همچنان. یکم به من بر بخورین سخنان. یک کمی به همون بر بخورین سخنان.
چرا ما تا این اندازه نابخرد میمونیم و از نابخردیمون دیگران بهره بگیرن و سوارمون بشن، کولی بگیرن از ما و میگیم آقا این کار کرد. تا زمانی که مهردار جان، مهردار گرامی، تا زمانی که ما به این خودآگاهی نرسیم، یک آینه فراروی خودمون ننهیم، آینه فرهنگی، آینه میهنی، و خودمون رو در اون نبینیم، همین گیج و منگیم. میپندارم بسیار میدونیم هیچی نمیدونیم، بسیار زیباییم بسیار زشتیم، نه اون هستیم چوربختانه. ما باید به اینجا برسیم، باید، اگه میخوام کشورمون رها بشه. مهرداد نازنین، باید یک آینه فرهنگی فراروی خودمون بنهیم، یک ترازوی فرهنگی هم فراروی خودمون بنهیم و با ترازو بسنجیم که چند کیلو بار داریم، چند من بار داریم و چی کاستی هایی داریم، و این یک توانمندی و فروتنی میخواد هر دوشون رو، و دلاوری. اینا رو میگن دلاور. دلاور کسی هست که کاستی های خیش را ببیند و برآوردن آن کاستی ها و بهتر که بکوشد. کسی که نبیند و میپنداره که بسیار میدوند، هیچگاه هم نخواهد کوشید. این که دلاور نیست که حالا هزارم داد بکش تو سر کوچم، برو داد بکش من دلاورم، من کیم اینا. همین چیزی که ما اکنون داریم. چو عیب تن خویش داند کسی، ز عیب کسان بر نخواند بسی. ستون خرد بردباری بود. من بینه سخت میباورم بین سخنانو، اگر نبود نمیگفتم، میپریدم از روشون. بردباری بسیار بالا هست، بردباری با خودمون. چرا ما یه سخنی من میگم، شاید سخن من نادرست باشه، ولی خب این نادرستی رو چگونه میشود گشود؟ بینشین با هم سخن بگیم، نه که تو سر من بزنید. هر چی که دلمون میخواد به من بگید. حالا من که من گونه من رو میگم، گرامیان، بردبار نیستیم، نقد نمی کنیم، میزنیم، میبریم همدیگمون رو. بارها من گفتم تا زمانی که ما یک ملت نشیم هیچ کار نمیتونیم بکنیم. ملت چیه؟ در نگاه من ملت نمیتونه همه 100% یک گونه بیاندیشن. اندیشه ها گوناگون، ولی در راستای یک ملت، یک سرزمین، یک فرهنگ، یک تاریخ، حالا درون شما اندیشه گوناگون باشه، ما نمیتونیم کاری بکنیم. بیایم در این راستا بکوشیم. میکنیم؟ نه. هی اون چی داره، اون چی داره، هی این گونه میگیم. خب نمیشه، کنار هم نمیستیم که. بیگمان داریم، بیگمان ما داریم. بدترین کاری که ما کردیم، اگر در زمان شاهنشاه آرامین کاستیایی بود، خودمون نکوشیدیم که این کار انجام بدیم، رفتیم تو خیابون ها لات لوتوارا دادیم سپر دست دیگران. چرا همون کاری که در زمان رضا سوادکوهی او رو ورش داشتن و شهریار کشور کردن تا کشور از هم نپاشه، چرا این کار نکردیم؟ اگر ما زمان شار خورده بش بگیریم، چرا این کار نکردیم؟ چرا یک اهریمن رو از یه جای دیگه برداشتیم آوردیم؟ ما اون داستان زهاک، آژی دهاک. برخی میگن که این آقای نماد از آژی دهاک داره، خورده میگیر. آقای ناش آژی دهاک نیست. خب پس ما نمیدونیم داریم چی میگیم. من کسانی که زیر نام دانشورم سخن میگن، ستون خرد برد باری بود، تو تندی کند تن به خاری بود. بیگمان همین که ما الان به خاری هستیم، پستیم. من خودم از فرزندان مرد اشایی تاریخ بشر زرتشت میدونم. من خودم از تبار میترای بزرگ، مادر هستی، مادر جهان، همه آیین های جهان میدونم. چیم اکنون؟ اکنون چیم؟ بپرسید به من، باید به من بر بخوره این. تا 50 سال پیش کشور عربی تا زانو خم میشدن در برابر شاه. اکنون چیم؟ یه غلطی میکنیم، میکنن، پس بس هم به اون چیز خوردن میفتن. به ما بر بخوره اینها. همین جا ستون خرد برد باری بود، یه بار دیگه بگیم. ستون خرد برد باری بود، چو تندی کند
تن به خاری بود. چو خرسند گشتی به داد خدای، توانگر شدیم یک دل و پاک رای. به 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 به، چو خرسند گشتی به داد خدای. خوشنودی که خدا، سپاس گذاری خدا، یا ای هستی. اون که من دارم بر کوشیدم، خوشنودم، این سهم منم هست و باز هم میکوشم میکوشم، ولی اگر خوشنود نشم دست به دزدی بزنم، دست به تبهکاری بزنم. گر آزاد داری تنت راز رنج، تن مرد بی رنج بهتر ز گنج. ببینم میخوام آسایش دیگه، خوشبختی است دیگه. ببین این واژه ها رو ما زمان فردوسی بیایم امروزین برشون گرده، نه اینکه خودخواهانه. تنی که در رنج نباشه به چه آسایش؟ ما نیاز به آسایش داریم. باید یه ساعتی در روز باشه که من بیاسایم، باید روزهایی در هفته باشه که من جز اندیشه نان اندیشه دیگه بکنم. این آسایشه، به زبان عرب رفاه هست، ولفر هستیم. خب مگه بد این؟ ما اینی میخواستیم که فرهنگمون این بوده که شاد بخوریم، شاد بنوشیم، شاد بزییم. هر آن کس که بخشش کند با کسی، بمیرد تنش نام ماند بسی. اونم در بخش فرهنگ بخشش ما هست، بخشش مال داراییه، خودش میمیره ولی نامش میمونه. این ماندگاری نام گرامین یک سوشال فنکشن داره، یک کارکرد اجتماعی داره. به چه گونه؟ بدین گونه که اگر من باوری اون جهان ندارم، ولی پیش از اینکه من بمیرم دلم خوشه که پس از من نام من هست، حالا بر همین پای کار خوب انجام میدم. چشم ندارم اون جهان بهشتی دوزخی چی هست، بارم ندارم، ولی خوش بودم که پس از من فرزندان من بر من کف میزنن. هنوز من ندیدم اونها را، پیشا پیش من میبینم، خوش بودم. این میشه یک زمینی کار، میشه زمینی کوشش، میشه چقدر خوبه این. اینو تو همین شاهنامه اینا ما میخونیم اینا رو. و سپس میگه همه سر به سر دست نیکی برید. دست نیکی گرامیان، نیکی آن کار خوبی هست که برای همگان باشد، برای من و برای تو، برای ما. این میگن نیکی. برای همین هست که گفتار نیک، اندیشه نیک، کردار نیک ما میگوییم در این راستا هست. نایس نایس که چه نیکه که میگیم تو زبان فرنگی یونانی. هر آن کس که بخشش کن و همه سر به سر دست به نیکی برید، جهان جهان را به بد مسپرید. دو تا جهان، جهان نخست اون جهنده هست، چیزی که می جهد جهان، و جهان دوم همین گیتی هست. گیتی یا گهان شاید درسترش باشه، که ما گهان باید بگیم، گه گهان. این گهان جهان را به بد مسپاریم. همه مهتران آفرین خواندند، زبرجد به تاجش برافشاندند. جوان بود سالش 51، ز شاهی ورا بهره بود اندکی. بسیار جوان بود و زمانش هم کوتاه، چون بخش نخست داره شاه، چون در دو بازی زمانی کواد یکم شاه هست. اینجا میگه که بسیار جوان بود، یا دو تا برداشت میشود گفت که هنوز زمان چندانی در شاهی نمون، یا اینکه دانشی خردی آنچنانی درباره شاهی نمون. و دنبالش هم داستان سوخرای رمیه که اینجا سوفزای هست در شاهنامه. من دوستان این بخش رو به پایان میرسونم. داستان سوخرا رو براتون گفتم، تو شاهنامه میگه، من چیزی مانند همون شاهنامه رو براتون گفتم. پایان سخن که گرامیان، همه این کارهایی که ما انجام میدیم در پیوند با سخن مهرداد جانمون، اینجا مرداد گرامی دوست فرزان دانشورمون، که چرا این پراکندگی پریشانی در ما هست. روشن گفتم، من دستکم نگاه خودم رو گفتم، این فراهم نمی شود مگر اینکه ما بیستیم و بدرنگیم و به خودمون بنگریم. یه بار دیگه، بیستیم و بدرنگیم. درنگیدن اون که زمان را به یار گرفت، بیست و به خودمون بدرنگ بنگریم که چی کردیم، چی میکنیم، چی بودیم. شاهنامه یکی از اونهاست، بیگمان ابزارهای دیگه هم داریم، ولی شاهنامه یکی از اون بهترین
اون ابزارهایی است که ما می توانیم با خوانش شاهنامه هم آگاه می شویم نیاکانمون چه بودن، چه کردن، چه گفتن، چه اندیشیدن، و همین که از اون رهنمودهای اینها می تونیم یاری بگیریم، و هم این که اگر همه ما یه سرچشمه یگانه داشته باشیم، همه بریم از این سرچشمه جاممان را آب بینبانیم و بنوشیم، میشه ملت میشیم. نه اینکه یه کسی از مکه بره آب برداره، یکی از اورشلیم بره آب برداره، یکی دیگه از مسکو آب بره برداره، یکی دیگه از آلبانی بره آب برداره، یکی دیگه از پکن آب برداره. خب بیگمان نمیشه ملتی. همه من باید از جان میهنمان چشم سار شیرین و گوارای میهنمان آب برداریم و بنوشیم، جانمان زنده شود، تازه شود، ایرانی شود. همه هدفمون همینه. در این راستا هم من هم دوستانی که این برنامه رو میذارن و از منم میخوانم، منم چشم انجام میدهم، در این راستا است که ما بدرنگیم، بمانیم و به خیش بنگریم و بیندیشیم و خودمون را بسازیم آنگونه که باید باشیم. شایسته شایسته باید بشویم. سپاس. سپاس بسیار از شما هلمن جان، بسیار سودمند بود و به هر حال از دل ما هم بسیار گفتید، دست مریضات و بسیار سود بردیم. خدمتون عرض بکنم که این دلیری که گفتید این اصلا گام نخسته به نظر من. این شهامت، این دلیری رو اگر بشه اینا رو بازیابی کرد. مهرداد جان نمیدونم برای دوستان دیگه هم از صداتون پاره پاره است مهرداد نازنین، نمیدونم اکنون اگه برای من هست یا برای اکنون آوا میاد، اکنون آوا خوبه، اکنون بهتر شد. بله بهتر شد. من سپاسگزاری کردم از شما هلمن جان و بسیار سودمند بود، از دل ما گفتید و به نقطه خوبی اشاره کردید، اون نقطه شهامت و دلیری. ما اگر بتونیم این جسارت، شهامت و دلیری رو بازیابی بکنیم در نهاد خودمون، خیلی جلو میفتیم و خیلی کارهایی که باید انجام ندیم رو انجام نمیدیم و اون کارهایی که باید انجام بدیم رو انجام میدیم اتوماتیک وار. از جمله اینکه بگیم منافع ایران، منافع ملت ایران، منافع فرهنگ پربار ایران شهری خودمون رو ترجیح بدیم به منافع شخصیمون. یعنی اگر بتونیم به اون شهامت برسیم، به اون صدات باز دوباره رفت مرداد جان باز. این کار انگلیسی ها ساقا نمیذارم ما دو کلمه حرف بزنیم. به هر حال دوستان اگر سخنی دارن بگن، انگلیسی ها نمیذارم ما حرف بزنیم. بفرمایید دوستان. آفرین آفرین مرداد، خوب یه نکی خوبی زدی، یکم به من بر بخوره به راستی. بفرمایید داریوش جان، خواهش میکنم بفرمایید. من مانده نباشید میگم به شما هلمند گرامی، مهرداد جان که برنامه رو به پیش بردن، و جای اون داره که یک سپاس ویژه این بار بگم به هلمند گرامی و سخنانی که گفتن بسیار بسیار پرمغز و اندیشه برانگیز بود و چقدر خوبه که ما بتونیم این گونه بیاندیشیم، این گونه پیش ببریم و راهکاری رو که در واقع جلوی خودمون میگیریم که ایران آینده رو، ایرانی آزاد و آباد و شاد داشته باشیم با شهریاری دادگستر، هیچ راهی نداریم به جز فر و فرهنگ ایران زمین که تکیه کنیم بهش. یکی از اون پایه های اساسی شاهنامه هست که بیش از همه این شاهنامه هاست به راستی برای ما ایرانیان. 1700 بار نام ایران و ایرانی رو درش یاد کرده، هیچ جای دیگه ما این رو نداریم. و سپاس ویژه من از هلمند با واشکافی هم که کردن از شرایط کنونی به وجود اومدنش و بسیار اندیشه برانگیز بود. سپاس میگم به شما. من هم سپاس میگم داریوش نازنین، ولی یک نکته هم دنبال سخن خودت میخوام بیارم که
ما ایرانیان یک سخنی داریم، یک پاره سخن ستیکه داریم که از روزگاران بسیار کهن برای ما بیادگار مونده و اون هم همون اندیشه نیک یا پندار نیک، یکی هستن از نگاه ساختاری و سپس گفتار نیک و کردار نیک. به چه چم؟ بدین چم که ما باید که از اندیشه به سخن برویم و سپس از سخن به کردار و رفتار برویم. تا زمانی که ما سخن می اندیشیم و کاری نمی کنیم یا می گوییم، می شون سخنور هستیم یا سخنران هستیم. اون زمان ما می توانیم بگوییم که من همین هستم که در کردار من پدید بیاید. رفتار و کردار من بزرگترین ترازو و شاهینی هست که به من میگه که من کی هستم، من چه هستم. اگر من به راستی یک ایرانی اشوان هستم، اشوان کسی که اشا را پاس میدارد، اشا را نگاه میدارد. اشا چیست؟ اشا همون بهترین راه هست، این رو واژگان من بگم، که در هستی اگر انسان این رو بدونه کاراش بسیار خوب پیش میره. اون راهی هست که انسان هستی رو میشناسه به یاری دانش بالا، هستی رو میشناسه و سپس راهی رو برمیگزیند که در زندگی در این هستی خوب پیش برود. اون راه چه هست؟ اون راه رو میگن اشا در نگاه من، که بهترین راه هم هست. و یک ایرانی اشوان یه ایرانی هست که تنها در اندیشه نیک نماند، تنها به زبان هم نگوید، بگه نه که نگه، ولی اگه در اونجا بماند و به کردار نرسد میگن دروغگو هست، عشوان نیست، دورونده. به گفته کرمونی های ما دورونده یا دروغوند هست. ما باید که به کردار بیاوریم تا راستی و عشوان بشیم، نه دورونده. باید عشوان بشیم. سخنان تو رو دوباره سخنان تو رو گرفتم داریوش جان، میدارم که به راستی سپاس بازم هرمن جان. و عشا راستی درستی و بیگمان هنجار هستی هستش و اگر این نباشه هستی حتما که یه جایش لنگ خواهد. و عشوان بودن یکی از اون چیزاییه که سرافرازی برای هر انسانی میاد. عشوان باشیم داریوش جان. بله بله، نه این که تنها در هست که در واقع آفرین در... میشه گفتش که کردار همون عمل ما انسان هست. بله. حالا ما یه چیز رو بگیم ولی در کردار انجام ندیم که این گفته که به درد نمیخوره. مثل خیلی ها که هی تو ایران الان دشنام میدن به فلانی و آخوند و جمعه، ولی خب نشسته داره زندگیش هم میکنه، تکونم نمیخوره، در کرداریش کاری نمیکنه. دشنام دادن رای حل ما نبوده. این دوربند هستیم، این دوربند عشقان نیست. بله بله بله، با شما همسو هستم و باز هم سپاس میگم بهتون. زنده باشی. به همچین داریشون. خب سپاس از همه دوستان. دوستان اگر میخوان وارد جستار بشن، پرسشی دارن یا بیان دیدگاهی دارن، مهر کنن و عنوان بکنن. من که میترسم بیان دیدگاه بکنم دوباره اینترنت میاد اذیتم میکنه، اما خب دیگه دوستان آزاد هست. ولی اگه تنها صدای گرمت باشه، آوای گرم باشه، شاید اون گرفتاری پیش نداره. سپاس از چقدر بد که چهره زیبای تو رو نداشته باشیم. اختیار دارید. ولی ما خود تو دلمون داریم، تو آینه دلمون داریم، تو رو داریم دیگه. در خدمتتون هستم. بفرمایید یوسف جان، چیزی میخواید بگید؟ نه من سپاس از هرمن جان، بسیار زیبا بود، امشب دلنشین بود، چیزی نمیشه براش افزود، این پر بود سخن. سپاس به سپاس از مرداد جان که اونم خودش گونه دیگه داره میکشه. سپاس از هرمن. این خشمگین بودن هرمن جان هم زیباست، میدونید؟ این خشمگین شدنش هم یه جور اون ایرانیه، میدونید؟ خیلی زیباست. من من بر میخوره مرداد جان، خیلی به من بر میخوره. چرا؟ نه باور کنید، من از خشم دو تن خیلی لذت میبرم، باورتون شاید نشه، من لذت میبرم. یکی خشم
شاهین جان هستش، استاد نژاد، وقتی که خشمگین میشه در رابطه با ایران و اون نمیدونم چجوری بگم، اون بیان احساساتش، اون خشمش برای کسانی که ایران ستیزی میکنن، اون خشمش از کسانی که به نام ایران دارن به ریشه ایران میزنن، وقتی صحبت میکنه ها من لذت میبرم. هلمن جان هم همینطوره، چند بار اتفاق افتاده تو این برنامه ها و واقعا از اون ژرفای وجودش گلگی کرده، دردها رو بیان کرده و خشم با خشم این دردها رو بیان کرده. من لذت میرم از اینکه چقدر اینا ایران دوست هستن، چقدر اینها برای ایران دارن از جان مایه میگذارن و واقعا درود بر شرف همه دوستانی که اینجا هستند و هلمن جان به ویژه، همه دوستانی که اینجا هستند. سپاس به شما مرداد جان، سپاس. من بازم یه بار دیگه بگم چه زیبا هست، چه شکوهمند است که ما از گفتار به کردار برسیم. اگر در گفتار بمونیم، من 100 بار دیگه هم همین رو میگم، اگر در گفتار بمونیم آدم باید به خودمون بشکیم که راستگو هستیم یا نیستیم، چون برای اینکه گفت اون کردار هست که ترازویمون هست و جناب اون پارسام ترازوی یک زدن، پرونگ. بله جناب پارسام یک زدند و بشنویم جناب پارسا. بفرمایید. ببخشید. بله. سپاس شما به هم برید، درود بر شما، درود بر من گرامی، مانند همیشه مختم بسیار زیبا. این پاره از تاریخ کشورمون که خب در شاهنامه خیلی زیبا بهش اشاره شده، دستخوش حوادث تاریخی خیلی سهمناکی برای پادشاهی ساسانیان بوده و به نظر میرسه که یکی از اون نقاطیه که شاید میرفته پادشاهی ساسانی در نیمه کارش در واقع به پایان برسه، ولی خب با پهلوانی های اشخاص مثل همین سوفزای یا سوخرا و همچنین در بعد از اون با پادشاهی انوشیروان روی پا نگه داشته میشه تا 100 سال دیگه. اون چی که من خواستم فقط بهش اشاره کنم از لحاظ تاریخی به 3 عاملی بوده که پادشاهی ساسانی و ایران، کشور ایران رو میبره به لبه پرتگاه. اون عامل اول رو که هلمنجان در 2 جلسه گذشته به خوبی بهش اشاره کردن، اون نقش پررنگ هجوم عوام زردپوست از شمال غرب ایران واقعا پادشاه ایرانی رو پادشاهی ایرانی ساسانی رو واقعا بدجوری در درگیر خودش کرده بوده، جمعیتشون زیاد بوده و حملاتشون هم بسیار مهلک بوده. میگم در تاریخ شاید خیلی این نمود پیدا نکرده، ولی ما در شاهنامه این رو میتونیم در بیاریم. هلمند رو به خوبی به دیوارش چین اشاره کردن. دومی که خیلی کشور ایران رو تحت تاثیر خودش قرار میده، یک خشکسالی خیلی طولانی مدتیه که تقریبا هولوش 7-8 سال در زمان پیروز و بعضیش هم باز در زمان خود قباد یا کواد این خشکسالی ها ادامه پیدا میکنه. کشور ایران از لحاظ نان و غذا به مشکل میخوره و سومیش هم اون در واقع تحول های فکری و بنیاد های جدید فکریه که توسط مزدک و مزدکیان میاد. این ستا میره تا اون حدی که تاریخداران واقعا نمیدونن آیا واقعا قباد یا کواد پادشاه قوی و قدرتمند و خوبی بوده یا برعکس پادشاه ضعیفی بوده. حالا پرسش منم از هلمند اینه که در خود شاهنامه به نظر خیلی بیطرفانه تمام وقایع رو گفتن، ولی خب پرسش اینه که حالا از هلمند جان و هر کدوم از دوستان نظرشون شاید بتونه خوب باشه که قباد یا کواد چگونه پادشاهی بوده، پادشاه دادگر و قدرتمندی بوده یا کلا و با سیاستی بوده یا
شخص ساده و در این حال آلت دست بوده. در شاهنامه من درک میکنم بیشتر اون حالت دوم. در صورت دوست دارم بشنم اگر من اون بخش نخست شاهنامه، مهداد جان، بخش نخست شاهنامه از کواد یه چهره جوان و خامی می نماید، ولی پس از اون که دوباره برمیگرده بر تخت می نشینه، در نگاه من آدم بسیار توانایی هست، دادگر هست، ولی روزگار بسیار پیچیده به سر میبره کواد. اگر کواد نبود، کستگی بود، میتونه هزار چیز دیگه پیش بیاد، ولی با این همه اون پسرش جای خودش گذاشت، انو شهروان رو گذاشت، یا خسرو یکم رو گذاشت. میتونست، چون کسان دیگه که پیرامونش بودن بسیار دوست داشتن که کاوس رو پادشاه بذارن، ولی با اینکه بزرگتر بود، ولی کاوس را نپسندید. به این نشان دهنده یا نماینده توان بالا و سنجیدگری کواد یکم هست. او یک اندیشمند، یک فرزانه است در نگاه من. روزگار بسیار بسیار سختی. دوباره مانیکان، ببین این جنبش مانیکی یا مانوی که درستش مانیکی هست دوستان، که ما بزن پارسی بگیم، من کواد بادیم، ما کواد میگفتیم، این قباد عربی است، عربا هم نمیتونن بگن به من چیه، من زبان من چیه، اون زبان خودم رو من میگیرم، من باید اونگونه که خود من سخن میگم. عرب نمیتونه پارسی بگه، من چرا فارسی بگم؟ اون عرب اون بره برای خودش بگه، من ایرانی هم پارسی باید بگم. حالا برمیگردم به زمان بسوان که من در نگاه من در زمان کواد یه روزگار بسیار بسیار پیچیده در زمان پدرش و پدر بزرگش، به ویژه پدرش، این سپه سالاران بسیار توانمند شده بودند و خود این اسپهبدان که ما به نام خسرو یکم میگذاریم، پایگزار نخستینش خود همین کواد هست، اسپهبدان، که هر کشور به چهار پاره کرد و هر پاره یک اسپهبد بود و این به گونه ای نتونسته بود همه اون اندیشه بلندش رو کواد یکم به انجام برسونه و پسرش اینو انجام داد، پسری که خودش برگزیده بود. کاووس رو نگذاشت، کاووس رو نگذاشت. کاووس برای اینکه گرایش مزدکی داشت و خودش هم در آغاز میپنداشت که مزدکیان میتونن کاری از زود در میابه، زود دستش میاد که اینا نمیتونن برای کشور سودمند باشن. اگرچه اون میخواست که به یاری این گروه این مانیکان یا مزدکیان به یاری میخواست که اون نیروگیری سپه سالاران و ارتشداران، چون ارتشدار فراغ داشتیم، اینا رو بیاره پایین، ولی زود دید که من کارم کرد، کارش خوب پیش رفت، کم اینا رو آوردشون پایین، ولی اینا درد سر می آفرید، هر زمان یک کاری میکردن، شاه رو ور میداشتن، کورش میکردن، ولی زود دستش اومد که اینا نمیتونن کاری انجام جز ویرانی. و برادرش هم کاوس هم که اون کسانی سری میخواستن، اون هم این چهریز کشور آشفتی رو برهاند، چون آشفته که نه، بلکه کشوری که بسیار درگیره، بسیار درگیره. نه کار خود کواد بود، یک انبوهی از فاکتورها بود، انبوهی ها گفتم مسیحیتی که اومده بود اونجا جا واز کرده بود، یکی از بزرگترین دشواری های ما بود، تا همه چی انگوش میکردن. اون همشون خودتون هم گفتین مهتا جان، اون نقش مردمانی که از شمال خورایان ما ریخته بودن، این لشکر یعجوج و معجوج، همینا بودن دیگه، اینو میریختن، آدم خورم بودن، اینا سوسیوپد بودن. همین منگولان که چهره منگولان تترا رو ببینی که همین پوتین هم از همونا هست، اینو بعدا مینگرند داشون هیچ چیز سوهیشی احساسی درشون نمینه، تو گویی که اینا میخواد تو رو بخورن. اینا ریخته بودن به کشورمون، چون این کسانی بودن اینا و اینا رو ببینیم. و کواد در چون زمانی هست، با این همه داشت پیر میشد دیگه، پسرش رو خسرو یکم رو گذاشت جای خودش، گفت این میتونه برنامه منو پیش ببره. من نگاه اینه که کواد یکم یه چهره خوبی هست، میگمان
در آغاز نباید این کار سوخرای نباید این کار میکرد، کارش بسیار بد بود که میپندارم اون درباریان این پسر جوان رو واداشت این کار بکنه. و خب پسرش بسیار بزرگواران زرمهر و چه شکوهمند، بسیار خوشم اومدین، چه کسی این کاری میکنه؟ همه آقا پدر منو کشتی، صد تو رو من میکشم. این کار کردن آقا برای کشور دست بی کوتاه بیا، برای کشور فروغی میتونست این کارو بکنه درست اون روزهایی که رضا شاه رفت، ولی نه این کارو نکرد. اینا رو ببینیم، اینا رو ببینیم دوستان، اینا رو بخونیم، از اینا بیاموزیم. دلاوری رو اینجاست خودمون بنمایی. نه من نگاه اینه که کواد کارش کرده، بیگمان کاسیام داشت مانند شاهان پهلوی ما اینا کارشون رو کردن، ولی اینجا اونجا میتونه کار دیگه هم بکنن، یا نتونستن یا نشده. اینا رو باید ببینیم. یک ایرانی دلاور و ایرانی اشوند و دلاور باید که درون خانهش رو ببینه، نه اینکه از اهریمن کمک بگیره، نه از پتیارگان یاری بگیریم، خودمون اگر کاستی هست. ببخشید کم سادم رفت بالا، مهرداد جان مازم کم سادم رفت بالا، سپاس از شما هلمین جان. من بر میخوره اینا مهرداد جان، من بسیار بر میخوره که من آقا کار من نکردم این کارو، انگلیس اومد این کارو، پس من کی هستم؟ نه. آمریکا این کارو، پس من چیم؟ نه. من بوزی هم که میتونم من شیر بگیرن سوارم بشن بکشن پوست من رو، همه من این هستم؟ به من بر میخوره این، حق دارم به من بر بخوره، حق دارم فریاد بر بیارم. من ایرانی ام، من اشکبن باید باشم، از تبار اشو زرتشت، از تبار کوروش، از تبار داریوش، از تبار یعقوب، فردوسی، انوشهروان. این رو بیرون برای خودمون و اشوند بشیم، نه که در گپ بزنیم و هزار چهره دیگه داشته باشیم. مرا بس از دوستان دیگه، من خست امیدوارم خسته نباشید. حالا من اینو برای پایان بگم و دیگه وقتمونم تمام شده. البته همینجوری که هلمن جان اشاره کردی در خصوص نقشه های شوم درباریان، ما هر چقدر اینو نباید غافل بشیم که هر چقدر به پایان دوران پرشکوه ساسانیان ما نزدیک میشیم، میبینیم که نقش موبدان خیلی کمرنگتر شده در سیستم اون شایسته سالاران، شایستگان. اینه که یکی از عوامل به نظر من میتونه خلأ وجود موبدان باشه، که حالا دست به قول شما دیگران باز مونده و تونستن که این اخلال ها و کارهای اهریمنی رو انجام بدن. به هر حال عوامل زیاد هست، من فکر کنم بتونیم تو نشستهای بعدی بهش برسیم و سپاس بسیار از شما. من میپندم دوستا گفتار دیگه هم بشه مرداد جان، همین چقدر خوب، چقدر خوب یکم بیشتر بمونیم این رو، چون یکم بریم تو جرفا بریم و یه دریافت فنی تری از خودمون داشته باشیم، یه دریافت دانشورانه ساینتیفیکال از خودمون داشته باشیم. بسیارم عالی. بذاریم کنار این من خوشم میاد بدم میاد، باید ما یک نگاه فنی داشته به خودمون همینطور. نخست همینطور. سپاس به همتون دوستان دارم من دوستان عزیز، مرداد عزیز، جناب عربی عزیز، من خواستم فقط پوزش بخوام که دیر اومدم چون در مراسم فینرال این دوستمون رابرت نهنوشی بودم، نتونستم به پیوندم. درود به تو به همان جان، باز بخش حتما گوش میکنم و لذت میبرم. سپاس از شما. درودهای بسیار به تو بهمن جان، آفرین. من هر هنگام تو رو میبینم دلم گرم میشه. درود به تو. قربونت برم، شما دوست داریم، زنده باشی. دوستان همگی رو به یزدان پاک میسپاریم و پاینده ایران جاوید شاه. بدرود میگم به همگی. بدرود دوستان، بدرود به همتون. بدرود. بدرود.